که دوستان از دبی ازتون تشکر میکنم. بریم بازی رو ببینیم در نیمه در نیمه اول وقت اضافه ببینیم که شرایط چگونه پیش خواهد رفت. حالا تا پیمان یوسفی هم بیاد و نیمه اول وقت اضافه رو گزارش کنه. تعویضی هم به قول شما یه تعویض کلا مسابقه داشت دیگه، درسته؟ یه نفر اسماعیل شریفات. خب دوستان میگم مثل که حالا احتمال داره آخر نیمه اول وقت اضافه برم خبر، امیدوارم اتفاق رخ نده. به حال خیلی باید احترام گذاشت به خواست بینندگانی که دارن این مسابقه رو تماشا میکنن. اول وقت اضافه آغاز شد، دیدار حساسی که این بار در شاید در ضربات پنالتی و شاید هم در همین 30 دقیقه تکلیفش مشخص بشه. فعلا که توپی از خط دروازه عبور نکرده، بدون تغییر نسبت به پایان نیمه دوم دو تیم دارن بازی رو دنبال میکنند و اگر توپی از خط دروازه عبور نکنه ضربات پنالتی مشخص خواهد کرد که پرسپولیس یا استقلال کدام یک به دور نیمه نهایی جام حذفی فصل 90-91 فوتبال باشگاه کشور راه پیدا خواهند کرد. آن دو تیموریان یه لحظه با سر توپ رو میرسونه به بازیکنان استقلال. از این به بعد مطمئنن قدرت بدنی بالاتر و میزان دوندگی میتونه کارسازتر باشه، این به خصوص در مورد بازیکنی مثل علی کریمی که احتمالاً مجبوره تا 120 دقیقه در جریان بازی باشه هم صدق میکنه و یه مقدار پررنگ‌تره. باید دید که شاید در شرایط دیگه علی کریمی میتونست تعویض بشه، ولی در این بازی خاص در این وضعیت و با این حالت امکان پذیر نیست. آرش برهانی بازی رو دنبال میکنن، خود کریمی، نوری، شیری، زاره، بادامکی موفق است اما مطمئنا نمیتونه همه بازیکنان زمین رو دریب بزنه. میثم حسینی، منتظری، نوبت استقلال خودی نشون بده تو زمین پرسپولیس، همه رو جا میذاره، همه رو یکی یکی این کارو کرد، ولی او هم مثل بادامکی دیگه نمیشه همه بازیکنان تو زمین رو دریبل زد. علی کریمی، اولادی، میثم حسینی توپ رو میگیره، یه لحظه تعادل نوری هم به هم خورد، بازی دنبال میشه. جباری، موفق علی کریمیه، حسینی میاد پوششو میده. از سمت راست مهدی امیرآبادی، شریفات که به تب تازه نفس داره، تنها بازیکن در جمع حاضرینه در میدان که تعویضی به بازی اومده، یه لحظه باطی میکنند، فرصت برای جباری هست، برمیگردن به عقب. اون دو تیموریان به کجا؟ به میان تماشاگران ضلع شمالی ورزشگاه. آندرانیک تیموریان که انصافا فصل خوبی رو هم در استقلال سپری میکنه. چشم هم زدیم 3 دقیقه و 34 ثانیه، 35 ثانیه از وقت اضافه اول هم گذشت. در ضربات پنالتی شاید نقش حقیقی و رحمتی اونجا دیگه پررنگتر دیده میشه، اگر بتونن در مهار پنالتی ها موفق عمل بکنن و همینطور پنالتی زن ها در زدن پنالتی ها. اما هنوز وقت زیادی داریم تا اون موقع. علی کریمی خودش صاحب توپ هست، پشت مدافعه یه توپ خوب رو میندازه، منتها اونقدر اداره میکنن که توپ به بیرون بره. رحمتی جای فرستاد که به جز حقیقی کسی نبود، حتی بازیکنان قرمزپوش هم جلوتر از او بودند. مامادو تال، اشتباه نوری، مجید توپ رو میگیره، آرش برهانی، جباری موفق، باز هم استقلالی ها، آرش برهانی، جباری بهش نزدیک شد، تیموریان، امیرآبادی از راست تو رفته، حالا برای او موقعیت هست.
یه پاس پشت مدافع، این فرصت به جباری و توی دروازه، توی دروازه. مشتبه جباری گره کور این بازی رو جباری برای استقلال باز میکنه. پرویز مظلومی هم این بار جشن شادی برقرار کرده، اما مشتبه جباری ترجیح میده همونجا بمونه و جشن شادیش رو با آندو تیموریان و دیگر بازیکنان هم تیمیش قسمت بکنه. یک بار دیگه ببینیم چه اتفاقی افتاد. پاس عالی که در اوم فرستاد نفوذ جباری و به همین ترتیب حساب کار 1-0. مهدی امیرآبادی شاید طلایی ترین پاس دوران بازی خودش رو داد با این حرکتی که انجام داد. نور محمدی که خوب بازی کرده بود جاموند، جباری تو رفت و به این ترتیب حقیقی رو مغلوب کرد. مشتبه جباری حساب کار رو 1-0 میکنه. و حالا جباری هم سه گله میشه در تاریخ رقابت‌های داربی در کنار آرش برهانی. استقلال 1-0. بازی مطمئناً جذاب‌تر خواهد شد. پرسپولیس چیزی برای از دست دادن نداره الا اینکه حمله بکنه. غلامرضا رضایی، خود رضایی ضربه رو میزنه و رحمتی میگیره. یک بار دیدید اون صحنه رو. رحمتی حالا بخش آبی پوش ورزشگاه به وجد اومده، پرچم ها به اهتزاز در اومدن، اون طرف مترصد این هستن که گلی رو به ثمر برسونن. یه بار دیگه امیرآبادی، یه فرار با تأخیر توپ رسید به شریفات. یه بار دیگه در برگشت آندرانیک تیموریان، برهانی، جباری، حالا همون پاس او برای برهانی، فرصت حقیقی، توپو بر میگردونه کریمی. یه بار یه فرصت هست پشت مدافعین برای فرهاد مجیدی، به استقبال توپ میاد حقیقی درون محوطه جریمه و پنالتی، پنالتی به روی فرهاد مجیدی. محمدو تال مقابلش هست، ببینیم جریمه شخصیش میکنه یا نه. فرهاد مجیدی در حالی که اشتباه مسلم حقیقی فرهاد مجیدی رو داشت در موقعیت گل قرار میداد، ببینیم حقیقی کم آورد و اینجا دیگه یه دست گذاشت رو شونش، همین هم باعث شد که فرهاد مجیدی سریع تعادلش رو به هم بزنه و اعلام پنالتی برای استقلال. پنالتی که میتونه وضعیت استقلال رو به مراتب بهتر بکنه اگر موقعیت گل بشه. ببینیم، بله مثل اینکه جباری میخواد ضربه پنالتی رو بزنه، فرهاد مجیدی که خودش هم پنالتی رو گرفت علاقه‌ای ظاهرا به زدن ضربه پنالتی از خودش نشون نداده. جباری ببینیم میتونه گل دوم خودش رو در این مسابقه بزنه یا نه. علیرضا حقیقی است و او حالا جباری میزنه و توی دروازه، توی دروازه. استقلال 2-0، ببخشید مشتبه جباری 2-0. مشتبه جباری اونقدر هوشمند بود که در اون مقطع مصاحبه رو انجام بده. حمید استیلی تمام غم‌های عالم روی دل او سنگینی میکنه. حمید استیلی که حالا صرف نظر از مسائل فنی بدبیاری‌هایی هم داشت. مشتبه جباری استقلال رو 2-0 پیش میاندازه. یک بار، فقط و فقط یک بار یه بازیکن تونست هتریک بکنه در رقابت در تاریخ داربی، اونم همایون بهزادی بود 38 سال پیش که 3 گل زد. ببینیم آیا این اتفاق تکرار میشه یا نه.
مشتبه جباری نامش الان در کنار فرهاد مجیدی در جمع چهار گله هاست. بازیکنانی داشتیم که قبلا دو گل زده باشند در یه مسابقه. پرسپولیسی ها ورزشگاه رو دارن ترک میکنن به نشانه اعتراض، در طبقه بالای ورزشگاه کاملا مشخصه، در حالی که هنوز وقت زیادی باقی مونده، 20 دقیقه به پایان بازی فرصت باقی است. آرش برهانی هم جای خودش رو باید به محسن یوسفی بده. در این لحظات تماشاگر استقلال رو هم تشویق میکنند. حمله پرسپولیسی ها فعلا ناکام و شروع مجدد کار. یک بار دیگه حمید استیلی و خردبین کنار هم، کارشون خیلی سخته، خیلی خیلی سخته بعد از دو گلی که دریافت کردن، اما غیر ممکن نیست. غلام رضا رضایی، آمار اسمس ها از 3,300,000 تا تجاوز کرده. خود رضایی پشت توپ قرار گرفته. جباری حالا در برگشت، تعداد استقلالی ها داره زیاد میشه. آن دو تیموریان، خود مجتبی، جباری، شریفات کنارشه، نتونه توپ رو در عمق ارسال بکنه. حالا علی کریمی و پرسپولیس، نوری، ترکیب نظرسنجی همونی است که گوشه تصویر میبینید، 51-49. علی کریمی یک بار دیگه فرصت است برای پرسپولیس. ضربه بادامکی رو میگیره رحمتی و آرش برهانی که میاد روی نیمکت میشینه در این دقایق. محسن یوسفی مقدار میدانداری بیشتری شاید بکنه برای استقلال. آن دو تیموریان خودش حرکت میکنه. جباری یه بار دیگه، مجتبی جباری برای فرهاد مجیدی، جباری در اون وانفسا توپ میرسه به محسن یوسفی. میثم حسینی، عجیبه که استقلالی‌ها با پرسپولیس یه جایی بالاخره همشعار شدن و هم نفس، اون هم بند خدا استیلی رو به هر حال حیا کن رها کن سر دادند. محمد نوری هم زمین مسابقه رو ترک کرد. محمد منصوری به جای او به بازی میاد. یک دو بازیکن روی زمین افتادن. پرویز مظلومی که حالا آرش برهانی ازش اجازه میگیره که بره تو رخکن، بهش هم اجازه داد، با کمال میل این اجازه رو هم داد پرویز مظلومی. حالا دیگه شاید عنوانش هم استقلالی ها عوض بکنند. پرویز خان دوبله سوبله شاید از این به بعد سوبله چوبله بشه. این چهارمین بردیست که مقابل خب پژمان منتظری، آن دو تیموریان، منتظری یه فرار، آفسایدی در کار نبود اما خیلی فاصله داشت توپ با فریدون زندی. استقلال 0 پرسپولیس 0. استقلال خودش رو در نیمه نهایی جام حذفی میبینه و باید منتظر برنده بازی فولاد و شهرداری یاسوج باشه. از سمت راست فرصت برای پرسپولیس،
پشت محوطه جریمه. محسن یوسفی به هر ترتیب میتونه توپ رو به نفع استقلال به بیرون ببره. سیف اللهی جوان رو میبینید در این تصویر که به جای ماماد و تال به بازی اومد و رحمتی که کار رو شروع میکنه. رحمتی بلند به زمین حریف. یکصد و هجده همین دقیقه مسابقه. یه بار دیگه خدمتون عرض بکنم که بلافاصله بعد از این دیدار و خبرهای ورزشی پخش میشه، بعدش ما در خدمتون هستیم. سعی میکنیم مصاحبه از کنار زمین رو هم تقدیم حضورتون بکنیم با مربیان دو تیم و با مشتبه جباری. کارشناسانمون فوتبال برتر آقای جواد خیابانی به همراه یحیی گل محمدی علیرضا منصوریان هم با شما برای بحث‌های کارشناسی خواهند بود. یه بار دیگه یه فرار، این بار آفساید فرهاد مجیدی اعلام شد. کریمی، بادامکی، یه بار دیگه بروی دروازه و دستای رحمتی. خود سید مهدی رحمتی صاحب توپ، بلند توپ رو میفرسته. حقیقی توپ رو گرفت، به جرأت میشه گفت که 60-70 درصد پرسپولیسی های حاضر در ورزشگاه ترک کردن ورزشگاه رو. یه بار دیگه فرصت هست، موقعیت، ضربه، عکس العمل رحمتی، نمیذاره دروازش بلو برای یه بار باز بشه. فرصت هست همچنان و کورنری که به دست اومده، کورنر رو کوتاه فشنگچی کار میکنه. رضایی، خود رضایی بروی دروازه. دفعه فشار بازیکنان پرسپولیس هر لحظه بیشتر هم میشه در این لحظات رو به پایان مسابقه. یه بار دیگه موقعیت هست برای علی کریمی، میفرسته توپ رو به روی دروازه. شریفا توپ رو دور میکنه و در این سمت رحمتی. دوستان میگن که بیش از 3,700,000 نفر تا این لحظه در مسابقه ما شرکت کردن. فرهاد مجیدی خودش رو میرسونه به توپ، همچنان ارسال توپ. یه موقعیت، فرصت برای استقلال و این هم دستای حقیقی که مانع از به ثمر رسیدن گلی دیگر میشه. سوت پایان بازی رو هدایت مونبینی اعلام میکنه. در پایان 120 دقیقه استقلال 3-0 پیروز میشه، به نیمه نهایی جام حذفی صعود میکنه. شما با برنامه‌های شبکه 3 و اخبار ورزشی همراه باشید. بلافاصله بعد از خبر با مصاحبه‌ها و بحث‌های کارشناسی فوتبال برتر در خدمتتون خواهیم. بله، اینم تکلیف داربی 73 که مشخص شد. استقلال در وقت اضافه تونست 3 گل به تیم پرسپولیس که فکر کنم لازم بدنی کم آورده بود، هم لازم فوتبالی کم آورده بود، بازی رو برد و تمام شد داستان این مسابقه. اشک‌های هواداران پرسپولیس و میسا و معمارزاده و بقیه و